د ولسمشيزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ټاکنیز کمپاین او مبارزې نن په دوهمه ورځ. نن هم ځینو نوماندانو د غونډو په جوړولو سره خپلې راتلونکې طرحې خلکو ته وړاندې کړې، لکه څنګه چې په تېره خپرونه کې مې ویلي وو چې له دې نه وروسته به موږ د ولسمشيزو نوماندانو پر طرحو او شعارونو باندې بحث وکړو. نن هم په خپرونه کې د څلورو نوماندانو استازي راسره دي چې د دوی پر طرحو او شعارونو باندې به بحث وکړو. په دې خپرونه کې د محمد نادر نعیم د ټاکنیز کمپاین مدواتي مسؤول محمد مصطفی کاکړ، د عبدالرحیم وردک د کمپاین مسؤول سرور احمدزی، د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین ویان اجمل بلوچزاده او د هدایت امین ارسلا د کمپاین مدواتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ راسره دي. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. احمدزی صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم. اول غواړم دا پوښتنه وکړم چې تاسو په خپله نومان وایي، هغه ستونزې چې پیدا شو تاسو له لست څخه وویستل شوې، څنګه مو ځان ته غوره وګڼله چې لاړ شئ د بل کاندید د کمپاین مسؤول شئ، هغه هم د ښاغلي رحیم وردک؟ آیا مفکورې یا کومې طرحې چې تاسو لرلې هغه څه ښاغلی رحیم وردک هم لري که څنګه؟ د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه، جناب بختیار صاحب، زه به دا ووایم چې اگر چې دغه کاندیدان اکثریت داسې اشخاص دي چې زما په اند باندې د افغانستان ملت ته قابل قبول دي، او زه به دا ووایم زموږ طرحې د اکثریت دغو سره یو څه نه څه فرق لري، زیات نه. خو په دغو کاندیدانو کې واحد کاندید جناب وردک صاحب چې دغه سابقه وګوري، د جهاد د افغانستان په کورنی جنگ کې دخل نه و، یو روشن فکر ده، دنیا ته قابل قبول ده، منطقې ته قابل قبول ده، زما په اند باندې اولس ته قابل قبول ده، هغه د ژبې تعصب او تضاد پکې نشته ده. نو په دغه اړوند باندې موږ دا فیصله وکړله چې د جناب رحیم وردک صاحب سره په دغه ټولو خصوصیاتو سره زه د سر څنګ تر څنګ ودرېږم، تر څو اگر چې زه پاتم شوم، خو زمونږ هغه مبارزه او زمونږ هغه تګلاره چې ما جوړه کړې وه هغه د جناب وردک صاحب سره بیخي څنګ په څنګ برابره وه. نو ځکه زه سره ودرېدم او غواړم چې دغه کمپاین په مخه بوزم. تاسو اشاره وکړه چې ښاغلی رحیم وردک په افغانستان په جهاد کې صحیح مو همدارنګه په کورنۍ جګړو کې لاس نه درلود، آیا په انتخاباتو کې کاندیدېدل جهاد هم یو امتیاز ګڼل کیږي؟ جناب بختیار صاحب، زه به دا ووایم چې هغه جهاد لکه څرنګه چې نورو جهادي مشرانو کړی ده چې نوم یې بدنام شوی ده، زما په اند باندې هغه وخت کې چې جهاد کېده جناب رحیم وردک صاحب یو ډېر ښه نوم ترلاسه کړی و. دغه ملک چې اشغال شوی و د روسانو له خوانه، د هغې په خلاف باندې غټ جدوجهد کړی ده، قرباني ورکړې ده، اولاد یې پکې زخمي شوی ده، دی پکې زخمي شوی ده، په خپله به سنګر ته خطه. نو زه دا ووایم چې د افغانستان اکثریت ملس اولس یو مسلمان اولس ده، او د جهاد ته یو ډېر احترام لري، او هغه جهاد ته چې په حقیقت کې جهاد و، نه هغه جهاد چې دغه جهادي مشرانو چې دا کورنۍ جنگ شروع کړي. خلک باید څه ته وګوري؟ خلک باید ته وګوري چې نومان صاحب جهاد کړی دی، رای ورکړي که نه؟ د نومان برنامې ته طرحې ته وګوري، وګوري باید رای ورکړي. زما په اند باندې جهاد یو برخه ده، جهاز وایم په سلو کې یو لس فیصده برخه ده. اما هغه کار چې د خدای تعالی د رضا لپاره شوی وي، ولې هغه باید امتیاز په توګه باندې وګڼل شي خلکو ته؟ جناب بختیار صاحب، زه به دا ووایم د جهاد خبره ځکه ما وکړه چې هغه د وسایف هم جهاد کړی و، خو وروسته بیا څه حال شروع کړ وسایف؟ ښاغلی رحیم وردک، فکر کوم شعار دی چې صلح، امنیت او رفاه. کیدای شي راته ووایي چې صلح نه مهدف همدا دی چې مخالفینو سره به خبرې اترې وشي، او امنیت نه هدف یې څه دی؟ خبره دا ده چې جناب رحیم وردک صاحب ارکان حرب ده، د افغانستان ملي اردو یې په خپو باندې ودروله، په وزارت دفاع کې داسې یو کار یې وکړ چې هغه تاریخ او هغه پس منظر یې اوس هم خلکو ته معلوم ده. دی کولی شي په افغانستان کې یو امن راولي، دی کولی شي په منطقې کې د منطقې قوتونو سره د امن په راوستلو کې یو غټ کومک وکړي، ځکه د تجربه پکې ده، دا ټوله زندگی دغه د امن لپاره په همدې کې تیره کړې ده. او زه به ووایم چې د افغانستان په دغه اوسني دولسم کالو په دغه څومره چې امنیتي مشران تیر شوي دي، دی پکې واحد داسې یو شخص ده چې ده ته اوس هم ملي اردو بابای اردو وایي، او هغه په دې لحاظ باندې چې په سختو شرایطو کې حتی چې امریکانو نه غوښتل چې د افغانستان اردو داسې یو ځای ته ورسیږي چې افغانستان خپله دفاع وشي، بلکې غوښتل یې چې د تروریستانو او د طالبانو په خلاف سره موقت جنګ دپاره تیاره کړي، د بیا هم په ډېر کم امکاناتو سره دغه اردو تیاره کړه. نو ځکه دی کولی شي هم چې امنیت باندې ښه پوهېده چې په افغانستان کې امنیت راولي، هم د سولې خبرې سره بېلبېل اړخونو باندې. اول دا چې د سولې خبرې اترې حتماً مخالفینو سره کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اردو یې له صفر نه شروع کړ او نن د بابای اردو په نوم باندې یادېږي، آیا هغه مخالفین چې دی په مقابل کې دا اردو جوړه کړې ده، د په خپله یو وینا کې ویلي چې کله طالبان یا وسلوال مخالفین اردو نوم اوري او یو بل ته وایي چې هغه کسان چې تور ټوپک لري او سرې خولۍ لري ځانونه ترې نه ساتي، فکر کوي چې د سره به خبرو ته حاضر شي؟ آیا هغه دښمني به نه پالي ورسره؟ دویم دا
کده د امنیت پر واستلو کې دومره تکړه وی ټول اردو په لاس یې ولې ونتواند چې په افغانستان کې امنیت راولي د دې په وخت کې ډیر ولسوالۍ وی چې طالبان سره وی بل دا چې د بې کفایتۍ په تور پارلمان نسل به صلاحیت شو بختار صاحب درې موضوعګان یو موضوع خدا دا چې تاسو ویلې دی چې وزیر دفاع اولی امن رانه وست په افغانستان ټول اردو په لاس کې زبده وای ما صاحب چې حکومتداري ډیره مهمه و په افغانستان کې امن راوستل نه صرف وزیر دفاع کولای شي بلکې مشرم کولای شي حکومتداري ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې موجود لیکن موجوده نه و حکومتداري خو حکومتداري موجوده نه و په دې خو حکومتداري په نشتون کې په دې کشته کې خغل رحیم وردګ مهم غړی او شریک ورسره رحیم وردګ د په دغه کشته کې خپل برخه کې ډیر کامیاب شه چې ملي اردو په خپل ډول لکه څنګه چې ما ویلې ملي اردو داسې یو ځای ته ورسوله چې د افغانستان خپل دفاع کوي شي چونکه خو حکومتداري موجوده نه و چې د طالبانو سره صلح ته خبره ونه رسیده په افغانستان کې مکمل امن را نه غي د خپل بخش کې په خپل برنامه کې خه مضبوط ودرید او مغه سي کامیاب هم شه لکه څنګه چې اوس کامیاب راځم د ته چې پارلمان څنګه عادت دي باور راي ورنه کړ دغه تاسو معلومه و جناب بختیار صاحب جناب رحیم وردګ په صفت دی وزیر دفاع نشي کوي چې د پاکستان په خلاف باندې د جنگ اعلان کړي ترڅو پر جمهور امر نه کړي خبره د کونړ د مسلې خبره بله د نشي کوي څوک یو وزیر دفاع کوي چې وزیر داخله کوي چې جمهور د بغیر د پارلمان د اجازه نه بغیر هغه د پاکستان په خلاف د بل ګوندی هو دا په دې دوه مسلې دي کنه نظامی کې احمد زیسه پیو دا چې تعرض دی یو دفاع دی کله چې نوم یې دفاع وزارت شو په دې معنی چې دا به د افغانستان حاکمیت نه استقلال نه خاور نه دفاع کوي کله چې یو سړی ستا خاور باندې برید کوي یو اسکر چې په پوسټه کې ولاړ دی په سرحد کې وظیفه یې څه ده دفاع دی کنه کله چې هغه په تا باندې تعرض کوي خاوره دې نسی برید تر باندې کوي دوی باید اجازه واخلي جناب بختیار صاحب دغه برید چې کیږي د پاکستان لخوا نه شوی ده د یو هیواد لخوا نه شوی چې افغانستان سره روابط د مخ کې نه ترنګړي دي برابر نه دي سره ډېر وړه بانه باندې خبره زیاتیږي چونکه پاکستان د موږ ضرورت هم لرو ترڅو طالبان د خبرو اترو لپاره میز ته راوړي جناب رحیم وردګ صاحب په هیڅ قیمت نه شوی کوي چې د پاکستان په خلاف د پاکستان په وزونو باندې د ځیو کې یا يرغلو کې ترڅو د جمهور اجازه نه شي او د جمهور دی اول دخل په دې کې یو پوسټل لرو د څل پار لرو تا په دې لپاره لرو چې موږ په خاور باندې څوک تاروز ونی کې نو کله چې تاروز کوي آی په تاروز کې به د منتظر چې رئیس جمهور قومنده و کې به د دفاع و کې خپل ځان نو خاور نه نصیب زبدا وای ما چې په ابتدایي حالاتو کې دوی کولای شي چې دفاع وکړي او دغه پوسټ چې وي د افغانستان سرحدي پولیس سره وي د ملي اردو سره چې کوم پوسټ وي هغه خپل دفاع کړی دی خو هغه دفاع هغه ځای ته نه رسولی چې پاکستان سره جنگ شروع شي دوه ملکونو ترمنځ جنگ شروع شي د سرحدي پولیسو په پوسټو باندې حمله شوې سرحدي پولیسو ته زیان رسیدلې ملي پولیسو د هغه جواب ورکړ جناب رحیم وردګ صاحب چې وزیر دفاع په خپل ورسیدلې سرحد ته نو تر څو پر چې د جمهور اجازه نه دی نشي کوي چې دغه جنگ وړکې جنگ په غړ جنگ باندې بدل من کوم نور موضوع ته ګرځم بیر تور باندې بس کو آقای بلورزاده شعار آقای زلمی رسول اعتدال برابری و سازندگی است ما میخوایم سوال کنم که برابری یعنی چی؟ چگونه برابری؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و مهمانان عزیز در بث و بیننده های عزیز تلویزیون شما اجازه بدین که امروز تبریک بگویم به مردم افغانستان که حمایت بسیار گسترده از کمپاین آقای زلمی رسول و تیم انتخاباتیشان انجام دادن و یک بار دیگر قانون اساسی افغانستان در حقیقت تضمین شد که در 5 سال دیگر این قانون اساسی قابلیت اجرا خواهد داشت و به هیچ عنوان توسط برخی از افراد که شعار داده میشه که زیر سوال برن قانون اساسی را در این وضعیت خطیر و در این وضعیتی که هنوز هم ما تلاش باید بکنیم به خاطر استحکام دموکراسی و به خاطر ثبات یک مراتب دیگر هم این تضمین به وجود آمد اما بحث اعتدال و برابری و سازندگی از شعار بود که امروز این کمپاین انتخاباتی دکتر زلمی رسول بیرون شد بحث اعتدال خب طبیعی بود که در میان سایر نامزدها و تیم‌های انتخاباتی سر و صداها و حرفها و صحبت‌های جریان داره حتی دیده میشه که فاصله بسیار کلان میان نامزدها و میان معاونین و سایر حلقات وجود داره اما این میان روی و این نفی افراد و تفرید در سیستم کاری و در بخش کاری این تیم انتخاباتی سر خط کار است. بخش برابری را که وقتی که ما مطرح می کنیم در تمام عرصه ها بحثش مطرح شد. برابری بین شهروندان، برابری در بین زنان و مردان، برابری دسترسی و اقتصاد، دسترسی به سایر امکانات و توزیع عادلانه ثروت و قدرت. در آغاز که شما حرف از برابری میزنین فکر نمیکنید که برابری را زیر پا کردین. خب آقای زلمی رسول میره در خیمه بسیار بزرگ
اما کنفرانس خود برگزار میکنه، مردم از چای هم داره، آب هم داره، اما نامزد دیگه میره در زیر باران در بین مردم کمپاین میکنه، توان گرفتن یک خیمه یک تالار نداره. کو برابری؟ فکر نمیکنید برابری از اینجا زیر سوال ره؟ توجه بکنین شما، هر نامزد بر خود پرنسیب و روش های کاری داره. انتخاب چنین نامزد بود که برای زیر باران استاد شود و یک نماد را شکل بده. اما خودش هم میگه که توان نداریم که یک جایی را به کرایه بگیریم و اونجا استاده شیم سخنرانی کنیم. خب یک بحثی است که وقتی که حمایت در شرایط فعلی حمایت نداشته باشن کار کرده نتانند، پس تضمین وجود نداره به خاطر کار بهتر در افغانستان. فردی که پشتیبانی اقتصاد نداشته باشه، فردی که پشتیبانی سیاسی نداشته باشه، فردی که پشتیبانی فرهنگی نداشته باشه، مجموعی از افراد کلان و گسترده در اطراف این شخص وجود نداشته باشه، مطمئنا میشه از این حرکات به عنوان یک حرکت نمادین و سمبولیک استفاده کرد. اما در کل تغییر وضعیت نظام، در کل تغییر و اصلاحات آوردن اصلاحات، ما نیاز به داشتن حامیان اقتصادی خود، حامیان سیاسی خود، حامیان فرهنگی و اجتماعی خود داریم. یعنی فکر میکنید که با ما انتخاب کمک کردیم حامیان اقتصادیتان چنین برنامه تنظیم میشود؟ بدون شک انتخاب کردیم که ما در یک محله که بزرگترین تصمیم های مردم افغانستان در اونجا گرفته میشد، در خیمه لوی جرگه و بیشترین بحث های که خصوصا در لوی جرگه اضطراری، لوی جرگه قانون اساسی افغانستان، و یک بار دیگه تعهد بکنیم که از این خانه ملت و از این آدرس ما بیرون میشیم و تعهد کردیم با مردم افغانستان. تعهد داده شد با قانون اساسی افغانستان که در خدمت شهروندان قرار خواهند گرفت و چالش هم داده شد و مناظره هم دعوت شد که ما میتونیم در حقیقت خدمتگار و در حقیقت ثبات سیاسی در افغانستان تضمین بکنیم. حامیان اقتصادی در داخل حکومت هستن که حمایت میکنن؟ خب از تجارای هستن که ملزه همکاری میکنن. اما تجار در مقابل چی کمک میکنن؟ طبعا خواهش باز دارن. ببینید یک نکته رو توجه بکنین که تجار، بله تجار میخواه امنیت، تجار میخواه که سرمایه گذاری خوب کرده بتونه، تجار میتونه که در فضای امن و مسئول بتونه سرمایه گذاری بکنه. آیا این امنیت و این فضای خوب آقای زلمه رسول به میان آورده میتونه؟ چرا باید مردم رای بدن؟ بس جناب دکتر رسول یک بحث بسیار زیبا داشت. زلمه رسول با فرد داخل نشد، مثل سایر کاندیدا نگفت که من به این باور هستم، من چنین فکر میکنم یا من این کارو میکنم. زلمه رسول با یک تیم وارد شد و بحثش این است که با تیم ما میخواهیم افغانستان را مدیریت بکنیم، با رهبری میخواهیم افغانستان مدیریت بکنیم. اما تیمی که در طول 12 سال در حکومت شریک بود به نحوه؟ این تیم بدون شک که برخی از حلقات بودن که در حکومت شریک بودن و انتقادات بسیار شدید را خود ما هم نسبت به حکومت داشتن. انتقادی که بالای آقای زلمه رسول میشود. گفته میشود در زمانی که وزیر خارجه بود، حتی افغانستان سیاست خارجی تعریف شده نداشت، که خطوط اساسی سیاستش از مجلس نمایندگان باید رای بگیرد. چگونه مردم اعتماد کنند که یک کشور اداره کرده میتونه و یک برنامه جور میکنه به او؟ توجه بکنین دکتر زلمه رسول چنانچه در برنامه هایش اشاره میکنم، از جمله کسایی است که در کنفرانس روم اشتراک کرد و در کنفرانس بن اول حضور داشت، در کنفرانس بن دوم فعالیت کرد، در کنفرانس شیکاگو و توکیو حضور داشت، از جمله کنفرانس های بسیار معروف کیفیت افغانستان را در سطح بین المللی بلند برد، کنفرانس کابل بود، تعهدات بسیار کلان در کنفرانس کابل مطرح شد، پیمان های استراتژیک مثل هند و جرمنی و نروژ و فنلاند و دنمارک و فرانسه و پولند و استرالیا و آمریکا به امضا رسید. همه این موارد درست است که یکی از منتقدین که بیشتر بحث داشتیم که در عدم سیاست خارجی چنین وضعیت شکل میگیره، اما جواب مطلوب این بود که ما در وضعیت قرار داشتیم که زمانی که سیاست خارجی خود تدوین میکردیم با مجموعه از همکاری های جامعه بین المللی و با مجموعه همکاری های کشورهایی که همسایه ما بودن قرار داشتیم. بله. ما باید منافع مشترک تک تک اینا را تعریف میکردیم، میشناختیم و بعد از او بر اساس از این یک سیاست تدوین شده خارجی میداشتیم. چند سال نتوانستن که تعریف کنند سیاست خارجی هر کشور بر اساس از او یک سیاست بسازند؟ وضعیتی که در افغانستان جریان داره شما توجه میکنین که هر روز، بازم تاکید میکنم که هر روز یک قرارداد به امضا میرسه، یک قرارداد به چالش کشانده میشه، یک قرارداد تطبیق نمیشه. این خودش سیاست های پاکستان روز به روز نسبت به افغانستان تغییر میکنه، سیاست ایران روز به روز نسبت به افغانستان تغییر میکنه. در این جو ناهماهنگ و آمد آمد همکاری های جامعه بین المللی و همکاری جامعه بین الملل بر افغانستان باعث می شد که ما نتونیم یک دکترین سیاسی منظم را تدوین بکنیم. هر لحظه او دکترین می تانست که منظورتان است که آقای زلمه رسول در پستشان در وزارت خارجه موفق بودند؟
بحثی است که بس ما فقط یک چیزی که است، خود رئیس، خود دستگاه و تیمی که باید شکل می‌گرفت یکی از ارگان یا یکی از ادارات وزارت خارجه است. اگر ما دیگر سوا خوب می‌درخشیدیم، مطمئناً وزارت خارجه خوب می‌درخشید، اما سیاست‌های نادرست و سیاست‌های ناسنجش و اختلافات بیرونی و داخلی خودش باعث میشه که بالای رابطه خارجی تاثیرات چه بگذاره. بله. اما در کل می‌خوایم بگم که اولین بصره که آقای زلمی رسول مطرح کردن و این بار به زمانی که به ریاست جمهوری هم برسن، طرح دکترین سیاسی و سیاست خارجی یکی از موارد عمده است که باید سرش کار صورت بگیره و این دکترین سیاست خارجی، دکترین خارجی، سیاست خارجی است که در حقیقت ما را میبره به طرف امنیت، میبره به طرف صلح و آرامش و میبره ما را به طرف ثبات و برنامه‌هایی که ما پیش بینی کردیم سرش کار بکنیم. با این دلیل یک بحث است که انسان‌ها میان افراد مشخص بالاش انگشت می‌گذارن، اما وقتی که این فرد تبدیل میشه به یک جمع کلان در یک سیستم، وقتی که مندازین و کار این فرد در داخل یک سیستم مقایسه می‌کنین، می‌بینین که کارهای نسبتاً خوب صورت گرفته. اگر این فرد در رأس سیستم میه و با مدیریتی که داره و با تیمی که میسازه و تلاش میکنه که برنامه‌های بهتر را برای افغانستان ارائه بکنه، در چنین وضعیت امکاناتی است که خلاهایی که وجود داشته، ما نمیگیم 12 سال کار کمبود نداشت، ما نمیگیم که 12 سال کار، یکی از بحث‌های عمده زلمی رسول امروز بحثش مبارزه با فساد بود، یعنی معنایش این است که فساد وجود داره و ما باید در مقابل فساد بیستیم. بحث ناامنی بود، اما این شخصی که نتواند در وزارتخانه خود فساد ریشه‌کن بسازد، چگونه در تمام افغانستان ریشه‌کن می‌سازد؟ خب در وزارت خارجه وقتی بود وزیر، یعنی رئیس جمهور هم وزارت خود بود، تمام صلاحیت داشت، اگر می‌خواست فساد و بی‌بندوباری و هر چیز از بین برده می‌تونست، عدالت قائم کرده می‌تونست، که کاملا نتوانسته. نکته بسیار جالب را شما اشاره کردین. یک وقت است که شما در یک اداره کار می‌کنین و افراد اشخاص به اساس مصلحت ها وارد میشه، به اساس شناخت ها وارد میشه و این پست ها به عنوان پست های سیاسی مطرح میشه، اما وقتی است که شما میان بحث شایسته سالاری مطرح میکنین، بله، بحث متخصص مطرح میکنین، اگر نظام تغییر، وضعیت تغییر بکنه، دولت تغییر بکنه، افراد متخصص، افراد کارفهم، افراد متحد به افغانستان، افراد وطن دوست جابجا شوند، مطمئنا این خلا کاهش پیدا خواهد کرد. اما باز تاکید میکنم اگر وضعیت بگونی باشه که باز مصلحت ها مطرح شود، باز دوباره پس بگونی ما حرکت بکنیم که افراد اشخاص به اساس روابط بیشتر بیاین قدرت ها و پست های در وزارت خانه کسب کنند، بله، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. به اون لحاظ است با تجربه از این وضعیت، این پست ها این بار پست های تخصصی خواهد بود، این پست ها پست های شایسته سالار خواهد بود. تشکر، ان شاء الله برمیگردم. پست های مصلحتی و نه پست های سیاسی بحث میکنیم. تشکر. خغله کاکر، خغله نادر نعیم شوار داس ده چې ځوان کاندید پاک، یعنی تیر پاکو و دیدګای تازه د دوه خو به سید چې ځوان بمی او تیر به ایم پاک وی، اما دیدګای تازه څه شه ده؟ څه ډول دیدګای لري تازه؟ د لوی او بخون کې خدای په نامه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته د بس محترم او معزز ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. گوری صاحب، د یوولس کاندیدانو په جمله کې سردار محمد نادر نعیم ځوان نوماندی او افغانستان یو ځوان هیواد دی چې تقریبا 80% وګړي چې غیر رسمي ارقام دي ځوانان تشکیلوي. دا د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې د ځوانانو څخه د شهید سردار داود خان له حکومت له نسکورېدو څخه وروسته په 13-15 کلونو کې داسې یو منطقي نظام نه دی تر اوسه پورې رامنځته شوی چې د افغان ولس حقیقي او اصلي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. که اوس موږ راشو، دا سردار محمد نادر نعیم د همغه کورنۍ څخه دی چې پخوا هم د هغوی په وخت کې نه فساد و، نه د قوم، مذهب، ملیت بس په دې هیواد کې مطرح و، او نه هم چا د اسلام او جهاد په نوم د ټوپک د خولې نه مبارزه کوله، د ځان په ګټه استفاده کوي. کله چې تاسو د نوم سره د سردار کلمه استعمالوي، خپل سردار یو بزرگ نمایي نه دی چې ځان برتر غني نور نه. سردار یعنی څه؟ سردار یعنی د ملت خدمت کوونکی. سردار په دې معنا نه دی چې موږ د ملت نه کرکه لرو، له ملت څخه ویره لرو. سردار په دې معنا اجازه راکړي پښوان ځان سره استعمالوي نوم سره،
فکر نکوم چې ځان برتر غنی وسم د شایي کورنۍ غړي ځان غنی دوی دغه کورنۍ څخه د پخوا سلطنتي نظام او بیرته چغړنګ شو راغی جمهوریت نظام ته سردار ځان په دې خطر نه حساب یې چې د ملت نزان غونګړي منګ د کمپاین په لومړی ورځ خلکو مېستره لاړو داغه نو ورسته شاید شمشری مسجد تلاړو منځمو کو جناب سردار صاحب سره سردار صاحب منځو کې بیا لاړ زیارت ته داغه نو ورسته راغی خلکو ته مراجعه وکړه تر هغه چې منګ وشو کولای د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لمایزه وسو خلکو ته دا وخوي چې منګ تاسو نه طرح غواړو تاسو ستونزې سړي تاسو سم مشکل لرو داغه لمخې نه منګ غواړو چې تاسو خپل طرح نه لري وس خلک نه او چې خلک تاسو ستونزې لري او بل دا چې په دې ډیر شو کلمو کې تاسو دومره برداشت نه کړی چې افغانستان خلک کوم ستونزې لري څه ستونزې لري او څه ډول طرح باید ورته جوړ شي د نن درې کاله مخکې د ولس غک په نوم جرګه جوړه شو په افغانستان کې چې تقریبا د افغانستان د ټولو ولایتونو یعنی څلور دیرش ولایتونو څخه 2500 کسان نمائندگان په جرګه کې راغلي ول په ولس غک جرګه کې د ولس جرګه غک جرګې له طریقه من کاندید یو زمنګ نوماند کاندید دی ولس مشر ټاکنه تقریبا کال د مخه د محمد داود خان د شهادت کلیزه او ورځ و په خپل سردار محمد نادر نعیم چې ساس په وینا باندې سردار ته وایس د یو خبرونه کې ویل چې زه علاقه نه لرم چې سیاست ته وارد شم اوس څنګه علاقه ونی و چې راشي ځان نو مان کړی ک نور واڅه ولای دی ک چیرې سیاست نه من ناوړه ګټه پورته کړو د نورو کسانو ترمنګ چې په مفشن هوټلونو کې زی او پیسې مصرفوي او غریب ولس چې د دوی د کور نه دومره فاصله نه لري دا سیاست چې دوی تعریف لري منګه سیاست نه کوي رښتیام د منګ سیاست دا دی او د سیاست اصلي تعریف هم دا دی چې منګ څنګه کولای شو د خلکو د ولس او د هیواد اشاره وکړه چې اقتصادي ملاتړ چې څوک لري هغه نشي کولای کېدای شي دوی د حکومت اقتصادي ملاتړ لزان سره ولري د کې شک نشته کېدای شي دوی د پوسترونو د بندولو د پاره د کابل خاروالۍ نه استفاده کړي چې ګونګسیر روان دي چې دا به ورسته ووزی زه د تفکر کوم هغه کسان چې په دغه نظام کې کار کړای دی هغه کسان چې اوس نومان شي ودی هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو باندې سره دي زمونږ کاندید ان شاء الله زدي او ځوان په صفات د افغانستان ټول ځوانانو ته زما غږ ورته دا دی چې د سولې سمبول زمونږ پوګا او موږ د هغه چانه ملاتړ نه دی کړی چې لاسونه د خلکو په وینه باندې سری په دغه تیر فاسد نظام کې کار کړی یي موږ بله که موږ ته د افغانستان ټول ځوانان رای راکړي نو هیڅ موږ رقیب نه لرو په افغانستان کې د ټولو خلکو نه غواړو په ځنګړي ته د ځوانانو څخه غواړو ځکه چې د ځوان نسل نه په 13 دیرشو 15 دیرشو کلونو کې په مختلف ډول استفاده شوی طالبان هم تین استفاده کړي د جنگ سالاران هم تین استفاده ټول دغه استفاده کړي موږ غواړو اوس ټول ځوانان ته زموږ وینا دا چې راځي د توپک په خوله به نور جهاد پریږدو د مفکوري او د اسلامي سیاسي ویختيال لار نه جهاد خپل جهاد او مبارزه پیل کو د پیغمبر صلی الله علیه سلام یادی زوی تر ټولو لوی جهاد د ځان اصلاح دی راځي چې منګ ځوان نسل ته دا مفکوره ورکو چې څنګه منګ خپل ټولنه خپل خلکو ته داسې خدمت وکړو چې دا و بیلګي دراتلونکو نسل لپاره داسې زه غواړم یو خبره بیا کوم لازم به ته یو خبره زما چې منګ نه غواړو لکه د نړۍ مفکرینو غوندې داسې یو کس ځان سره ودرو او ځوان نسل ته وخیو چې کد قدرت د تر لاسه کولو د پاره ک جنایتکار سره معاملې کیږي باید زمنګ څنګه ته ځوان نسل ته وخی چې موږ لاټو قدرت ته بلکې موږ د ایس کله نه غواړو موږ غواړو ملت ته مراجعه کو بیا هم ملت ته زو د ملت غوښتنې لزان سره منو ټول ځوانان ته موږ دغه انګیزه ورکو چې موږ به تاسو ترازو استاسو نارڅ غواړو موږ تاسو په غونډونه نیول او د خلکو په منځ کې لاړې کمپاین شروع ک پیسې اقتصادي توان مونږ درلود کنه د کمپاین شیوه مو فرق کوي نه خیر من دغه توان تر اوسه پورې نه لرو دغه تازه لیدلوری چې ورته اشاره شوې ده په شوار کې هدف هم دا ده چې ځوانان ته مراجعه کوي بل لیدلوری نشته د افغانستان ټولو خلکو تر مراجعه کوي په ځانګړي توګه ځوانانو ته یعنی دغه لیدلوری تازه هم دغه تازه لیدلوری هم دا ده نور من اقتصادي 15 کلن اقتصادي پلان لرو چې چاپ شوی دی ان شاء الله د ویب سټ له طریقې د فیسبوک له طریقې د ټولو میډیاګانو له طریقې موږ به د افغانستان ټولو خلکو ته ورسو کوي په هیواد کې دي که هیواد کې بهر دي د افغانستان ټولو خلکو ته به ان شاء الله زموږ طرح ورسیږي موږ په مختلفو برخو کې طرح لرو په ځانګړي توګه زموږ کاندید ځوان کاندید دی په تیر دغه حکومت کې چې په نړۍ سطح د فساد نه ډک حکومت دی او د مخدره موادو قاچاقبران په دغه حکومت کې دي مافیا په دغه حکومت کې دي د بهرنوي ګوډاګیان په دغه حکومت کې دي او بیرته چیغي وایي چې موږ ګوډاګان نیو زمونږ ماشالله کاندید په دغه نظام کې نه لاس لري نه لاسونه د خلکو په وینه باندې سره دي زه د افغان پواز دغه چانه ملاتړ کوم او کړه مې دی چې په هغه باندې ویاړم او چې کله څنګه د ریګم داسې فکر کوم چې کچری یو رائے هم منګويسو ک 15% رائے ټول د افغانستان منګويسو بیا موږ ته د افتخار ځای دی چې موږ د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د خلکو
د جنایت کارانو سره نه ولاړ او د افغانستان د خلکو لپاره چې مونږ ته رایه راکړي دا به افتخار وي. آقای فرهنګ، شعار آقای دایتمین ارسلا حاکمیت قانون، عدالت و رفاه است. خب اکثر شعارها تقریبا مشابه هم است. اکثر نامزدها به رفاه و سازندگی و برابری و مسائل دیگه اشاره کردند. سوال من اینجاست که آقای ارسلا در طول 12 سال گذشته از وزارت و مشاوریت و همه پوست‌ها را کار کرده و فعلا هم گفته می‌شد تا قبل از اینکه خود نامزد بسازه مشاور ارشد رئیس جمهور کرزی بودند. در زمان کارشان چرا حاکمیت قانون عملی نساختند، عدالت در نظر نگرفتند و بر رفاه زمینه برابر نکردند که حالا شعار می‌دهند؟ چگونه مردم اعتماد کنه بالای شعار آقای ارسلا؟ ما پیش از اینکه به سوال اصلی شما بیایم یک دو نگرانی را اول مطرح میکنم. اول اینکه یک گفتمان فعلا در افغانستان متاسفانه ایجاد شده یا رایج شده که بالاخره فساد هست، شفافیت در انتخابات نخواهد بود، بی‌عدالتی هست. ما باید این گفتمان رو باید تغییر بدیم، یک سمتی که حداقل خوشبینی ها رو باید ایجاد کنیم، مردم ترغیب شود در مشارکت سیاسیشان برای مثلا انتخاب سرنوشت سیاسیشان. این یک بحث. بحث دوم ایست که ما نگران هستیم که متاسفانه از دیروز به این طرف وقتی ما میبینیم روند انتخابات به سمت یک نوع تجملگرایی و تجارتی شدن پیش میره. منظورتان از چی گونه تجارتی شدن؟ یعنی که ما میتوانیم برنامه های خود را، مثلا خط مش خود را، پالیسی های خود را از طریق رسانه ها نشر و پخش کنیم و هیچ لزومیت نداره که ما بریم بالاخره بسیار پول مصرف کنیم و مردم را به انواع و اقسام دلیل و چی و چی جمع کنیم بگوییم که بالاخره ما اینقدر طرفدار داریم. ما از این دو مسئله بسیار نگران هستیم. اما در قسمت گذشته کاری جناب ارسلا و توجه به حاکمیت قانون، عدالت و رفاه، ما میتونیم بگوییم که از کارمندان وزارت ها و نهاد های مربوطه که جناب ارسلا کار کرده شما میتونیم بپرسین. مثلا در قسمت ایجاد یک وحدت ملی، حداقل که امروز ما داریم، جناب ارسلا در کمیسیون احصایه ملی احصایه بسیار گام های خوبی را برداشتن تا اینکه امروز حداقل ما میتونیم یک فضای همسویی در بین افغان ها ببینیم، از هر قوم، از هر مذهب، از هر سمتی که هستیم. در قسمت حاکمیت قانون، ما حاکمیت قانون، عدالت و رفاه به عنوان یک چتر در نظر گرفتیم و در درون این چتر برنامه های دیگه یا شاخص های دیگه هم هست. مثلا در بخش حاکمیت خب این شعار عمومی است. سوال اینجاست، گفته میشه زمان یک نامزد یک شعار انتخاب میکنه که جامعه یا مردم همون جامعه به اون نیازمند باشن و زود بگیرن همون شعار داغه. حالا به این معناست که در افغانستان عدالت نیست یا مردم نیاز به عدالت دارن، مردم افغانستان نیاز به حاکمیت قانون دارن و رفاه دارن که آقای ارسلا شعار خود انتخاب کرده. سوال من اینجاست، اگر در طول گذشته 12 سال 10 سال حاکمیت قانون نبوده، چرا من حیث مشاور ارشد کار میکرده یا استعفا میداد یا رئیس جمهور باید وادار میساخت تا قانون حاکم بسازه؟ اگر عدالت نبود چرا فشار ناورده که باید عدالت میبود؟ ما بحثم ایست که افغانستان از بیقانونی، از بیعدالتی واقعا رنج میبره. سنتز علمی دو مشکل باعث شده که افغانستان در امیت یک شرایط قرار بگیره. اما ما به این موافق نیستم که ما کاملا حکم صادر کنیم که بالاخره هیچ عدالتی وجود نداره، قانون به هیچ وجه تطبیق نمیشه. ما به این مثلا تطبیق میشه بالای مثلا افراد پایین رتبه یا بیچاره، بالای زورمند قانون تطبیق شده نمیتونه. اما شک وجود نداره، بیقانونی هست، بیعدالتی هست، اما در حد نیست که ما 100% همین فرمول 100% را تطبیق کنیم یا بگوییم 100% خوب یا 100% بد. افغانستان بسیار رشد کرده از 10 سال به این طرف. وقتی آدم میبینه حتی در قسمت تطبیق قانون، در حیث فساد، مبارزه با فسادی داره، در قسمت عدالت اجتماعی، عدالت در به صورت عموم و پیشرفت با سازی و بسیار مسائل دیگر در بخش های مختلف، ما تغییرات مثبت چشمگیر جدن میبینیم. وقتی اگر ما بخوایم مقایسه کنیم که چرا ارسلا صاحب مانده در بوده و تا آخرین لحظه را. اما ما برای تطبیق برابر قانون برنامه های مشخص داریم که ما چطور میتونیم قانون رو به صورت مشخص تطبیق کنیم روی همه شهروندان افغانستان. در قسمت برنامه تان به خاطر تطبیق قانون چیست که برای همه شهروندان یکسان قانون تطبیق شود؟ ما اراده، عزم جدی که داریم به میز که قانون باید برای همه شهروندان افغانستان تطبیق شود و هیچ گونه امتیاز و تعصب را خوشبختانه قانون نمیشناسه. از همین منظر است که ما تاکید ما روی حاکمیت قانون است. و از طرف دیگر ما نکته دوم را که در حاکمیت قانون در نظر میگیریم تفکیک قواست. شما میبینید در بین 3 قوه افغانستان مشکلات وجود داشت، تعارضات بود، بیشتر به جای اینکه اینا با هم دیگه همکار بوده باشند در یک روند کلان ملی، اینا با هم دیگه همکار بوده باشند، بیشتر در بسیار موارد ما میدیدیم که اینا در تضاد چی قرار میگرفتن، در مقابل هم قرار میگرفتن. ما میخواهیم بگوییم که ما تفکیک قوا را
چیزی که آقای مونتسکیو مطرح میکرد ما جدا در نظر میگیریم و از امی منظر استقلال قوا را، آزادی قوا را و هماهنگی قوا را از امی آدرس ما میخوایم. امی مشوره را چرا آقای ارسلا برای جمهور کرزی نداد که چون یک وضعیتی به میان بیاد؟ چون مشاور ارشد بود. اگر رئیس جمهور کرزی امروز در کارهایش ناکام است، خب پس مشوره های غلط آقای ارسلا بوده که مشاور ارشد بوده. اگر موافق است پس درست است موافق است. چرا چون این مشوره ها را برای رئیس جمهور کرزی ندادن در زمان سمتشان که عدالت باشه، رفاه باشه و حاکمیت قانون باشه؟ شما میدانید که افغانستان یک مملکت پس از جنگ است. بالاخره نمیشه در ظرف 10 سال همه مسائل ما باید، اما گفته میشه که افغانستان کشور در حال جنگ است، نه پس از جنگ، فعلا هم جنگ و فعلا هم جنگ وجود داره، جنگ جریان داره. خب نمیتونه که آدم در تمام موارد به صورت 100 درصد همه چیز تطبیق شده باشه. اما جناب ارسلا سید در بخش تفکیک قوا، در بخش برابری قانون یا تطبیق قانون بالای همه شهروندان همیشه با جناب رئیس جمهور همیشه مشوره های داشتن و دادن و مسئله اصلی است که بالاخره واقعیت های جامعه افغانستان یا حداقل ما میتونیم بگیم در مقیاس جامعه افغانستان ما به سمت آقای فرهنگ منظور شما این است که آقای ارسلا در پستش که کار کرده موفق بوده؟ به یقین. اما یک سوال پیش ما پیدا میشه، آقای ارسلا مشاور ارشد رئیس جمهور کرزی در کارش موفق، آقای دکتر ظلمه رسول وزیر خارجه در کارش موفق، جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع در کارش موفق، پس ناکام کی بوده؟ و آیا رئیس جمهور بوده تمام مشکلات در رئیس جمهور افغانستان بوده؟ پس اگر مشکل در رئیس جمهور افغانستان بوده، ای جناب وارد این حکومت یا نظام چی؟ من میخواستم امی مسئله رو مطرح کنم که بله. ایج وقت ما باید حکم مطلق صادر نکنیم که 100 درصد اینا موفق بودن. من حرفم قد شد، میخواستم این نکته رو مطرح کنم. کموکاستی های جدا وجود داشته، کموکاستی های در عملکرد ها بوده، بالاخره نقاط ضعف های هم جدی وجود داشته، اما امی نقاط ضعف ها نسبت به نقاط قوت انمی آدمایی که در این نظام کار کرده اگر ما مقایسه کنیم جدا نقاط مثبت از اینا بیشتر است نسبت به نقاط منفیش. تشکر. روی موضوعات دیگه برمیگردم بحث میکنیم انشاءالله. خاقل احمد زی اوز افغانستان خلق دازل دست تم لري چې مونږ تیر ورځ یو خبر هم ور باندې لرلو چې خلق وی کوم شوار چې ورکول کیږي دا شوار باید عملی شي او دروغ نه وي باید. اوس خغلی رحیم وردک کوی چې سوله، امنیت او رفاه یا بیا رغونه. سوله که چیرې طالبان حاضر نشي لکه اوسنی نظام غوندې چې خغلی رحیم وردک سره که انتخابات وګټي، ولسمشر شي، سوله ونه کړي، خبرې ونه کړي، امنیت څنګه ټینګوي په افغانستان کې؟ طرح مو څه دی ورته؟ بختیار صاحب، زه به ول دا ووایم چې هر افغان نه تر اوسه پورې په د سولې په راوستو باندې ناامیده شوي دي، نه ناامیده کیږي او انشاءالله یو ورځ به سوله راشي. د افغانستان په هر اویا او دوه اویا کالو کې جنگ راغلی ده، بیرته صلح راغلی ده. زما په اند باندې جناب رحیم وردک صاحب لکه څرنګه مخکې چې ما وویلې جناب بختیار صاحب چې داسې یو شخص ده چې طالبان په هغه اعتبار کوی چې هغه سره خبرو ته کیناستی شي، ځکه هغه بیکګراونډ هغه شاته یو سره شریکه ده چې هغه د جهاد یو دوره چې ټول سره په یو طرف باندې وو. بله خبرداره، سوال دا ده که د جهاد موضوع وي، ولسمشر جهادي دی، اول معاون د جهاد سره ده، دویم معاون د جهاد سره ده، او د کابینه 90% غړي جهادیان دي، اما طالبان خبرو ته حاضر نشو. استاد سیف شیخ الحدیث ده، یو غټ تنظیم رهبر ده، طالبان خبرو ته حاضر نشول. څنګه په خغل رین ورده اکثر خبرو ته حاضر شي؟ جناب بختیار صاحب دلته فرق دغه ده، ته خپل د خبرو وکړه، جواب دی ورک. جناب استاد سیف زه ډیر احترام ورته لرم، هغه په ورځ کې دوه فتوی ورکې د طالبانو په خلاف باندې، دوه څنګه به طالبو سره حاضر شي؟ جناب کرزی صاحب دغه کابینه خو هغه فتوا ورکړی دی، خغل رحیم وردک په مقابل کې لس کاله جنگ کړی دی، قومنده یې ورکړی دی، هغوی د وهلو دپاره. زما په اند باندې جناب رحیم وردک صاحب دا وطن ژغورلی ده، ساتلی ده، او د ولس هغه بچی چې په دغه بیروزګاره ګرځېده یا شاید په نورو مشکلاتو سره مخ و هغوی ته یې کار روزګار ورکړی ده تر څو دغه وطن وسپاري. چې خغل رحیم وردک اردو د دې لپاره جوړول چې بیروزګاره خلکو ته کار پیدا کړي، نه طالبانو سره د جګړې او مقابلې لپاره. نه، زه به دا ووایم چې دغه ځوانان چې زموږ ګرځي، دغه ځوانان دغه کار روزګار پیدا کولم د امن یو برخه ده. دغه ځوانان چې بیروزګار ځوانان دغه مشکلات چې را پیدا کیږي، دغه جرمي جرمونه چې را پیدا کیږي، دغه زموږ سپینګیری نه کوي، زموږ خویندې خو نه کوي، خو همدغه ځوانان دي. طالبان د جناب رحیم وردک صاحب سره زما په اند باندې د نورو کاندیدانو په نسبت باندې ډېر په اسانه کېدای شي، ځکه چې ما ورته ویل یو خاص یو څه ناڅه رشتې سره شریکې دي په دې کې. بله خبرداره، جناب وردک صاحب په امنیتي چارو کې تجربه لري صاحب. زه به دا ووایم چې په دغه تېرو طالبان حاضر نه شول چې د سولې خبرې اترې وکړي، د ښاغلي رحیم وردک سره کې انتخابات وګټي. دویمه طرحه مو ورته څه ده؟ زما په اند باندې اول ترجیحات دا دي چې طالبانو سره خبرې وشي. اول ترجیحات دا دي چې ګاونډیان په دې باندې قانع کړی شي چې طالبان د خبرو میز ته راکش کړی شي، چې هغه کار شوی مو خو د بده مرغه جناب رئیس جمهور نه غوښتل
چغه دوها کې دفتر خلاص اده شخصي اغراض پکې و د نه غوښته چې طالبان دفتر خلاص او خبرو شي ځکه د قوت ته د آینده مستقبل ته د آینده اساسي ته مشکل پیښې ده. زما پاند باندې جناب وردک صاحب اوس هم د صلح په طرف روان ده، غواړي چې صلح وشي، طالبانو سره خبرې وشي، او په ضمن کې همدغسې ملي قوتونه همدغسې امنیتي قوتونه په خپو باندې ودرېږي او نه صرف د جنگ لاره د اختیار کې چې و جنګ زه کولی شم، په جنګ کې زه ډېر تکړه یم، زارکان حرب یمه، وزیر دفاع ومه، ملي اردو مې جوړه کړې ده، بلکې زما په اند باندې په سوله کې رفا ده، لکه تاسو څنګه ویلي چې هغه سوکالي ده، پکې چارې وګړی زموږ خوشحاله وي، کار روزګار ورته پیدا شي، د ژوند هغه ټولې بنیادي اسانتیا ورته برابر شي. د جګړې له لارې امنیت تامینوي وي په افغانستان کې؟ زما په اند باندې جناب وردک صاحب دا ویلي دي چې جنګ د صلح لار نه ده. جنګ چې کوم ده، صرف د جنګ له لارې صلح په افغانستان کې نشي راتلی. باید او باید طالبان سره صلح وشي، باید او باید مخالفین سره صلح. تاسو اشاره وکړه چې ښاغلی رحیم وردک ځینې مشترکات طالبان سره لري، کوم مشترکات دي چې ښاغلی رحیم وردک او طالبان سره لري؟ یعنی یو فکر لري، مفکوره لري، څه شی لري؟ هغه مشترکاتونه غوښتنګ مخکې چې ما بیان کړم، هغه خبره ده چې طالبان په یو وخت کې د روسانو په خلاف جنگیده، جناب رحیم وردک صاحب د روسانو په خلاف جنگیده، په جهاد کې برخه اخیسته و، همدغه د مولوی صاحب محمد نبی ګروپ چو چې اکثره طالبان دغه خونه دي، جناب رحیم وردک صاحب د پیر سید احمد ګیلانی سره چې نظامی مشر یو، دغه باندې دغه یو مشترک هغه سره لري، هغه شاتوال سره لري. نه دغه اوسنی مشکلات چې طالبانو جوړ کړی دي، یا طالبان په ځای ځان مرګ بریټ کوي، یا حمله کوي، یا نور مشکلات دي، هغه سره نه لري. اما یو بل سوال دی چې یو هغه طالبان یو مشان دي چې روسانو په مقابل کې جنگ کړی دی، خو هغه رحیم وردک هم جنگ کړی چې تاسو ته اشاره وکړه، اما ویل کیږي چې کوم نسل چې اوس جنگي په طالبانو کې ځوان نسل دی، یعنی د افغانستان جهاد تقریبا 10 کال مخکې وو، اما دا نسل چې دی اوس د سیالکان چې 25 کال 40 کال عمر لري، چې یعنی د جهاد په وخت کې ته دوی زیګیدل هم نول، نو څنګه مشترکات یو ځای کې دي؟ شو بل دا چې طالبانو په دغه ډلو باندې شر او فساد نومي خو نن هم ګډاګه حکومت ورته وي، څنګه به خبرې وکړي ورسره؟ جناب بختیار صاحب، خبره دارا چې هغه د طالبانو مشران چې اوس هم د کوټه شورا د یا د طالبانو مشرتابه کې اومغه کسان دي چې د روسانو په خلاف څنګه کې جنگیده، هغه کسان اوس هم دي. دا خو هغه فوټ سټول سولجر چې ورته وایي، هغه پیاده عسكر چې ورته وایي، طالبان چې ځوانان دي، ځکه چې جنگ د ځوانان نه کیږي، مشر نه شي کوي، سپینګر نه شي کوي. زما په اند باندې هغه مشران چې اوسم د کوټې په شورا کې دي، یا طالبانو باز مشران که په هر ځای کې دي، دا هغه وخت خلک دي چې د روسانو په خلاف جهاد پیل کړو، جهاد ادامه ورکړو. اوسنی مشکلات زنه شم دا ویل چې اوسنی مشکلات د طالبانو چې کوم دي، هغه پر ځای دي. خو زما په اند باندې جناب رحیم وردک صاحب نه سره پامن کې، لکه څنګه چې موږ دغه کړی ده چې صلح، امن او رفاه، نه جناب رحیم وردک صاحب صرف د امن په خوا باندې کار کوي شي، نه صرف د امنیت په خوا باندې کار کوي شي، بلکې د رفاه په طرف، د سوکالی په طرف هم کار کوي شي. تاسو مرکی اوریدلې، دغه یو عالم شخص ده، په صفت ده چې صرف نه نظامی ده، بلکې عالم شخص هم ده، هغه غواړي په دې هیواد کې سوکالی راشي، کار روزګار پیدا شي، اقتصادي پرمختګ وشي، د دنیا سره ښه روابط ټینګ شي، د منطقې سره ښه روابط ټینګ شي، د ګاونډیانو سره ښه روابط ټینګ شي. زوی مې چې واحد وزیر په دې ټوله کابینه کې په دې څو کالو کې چې د ګاونډي هیوادو سره مشکل نه و، د دنیا سره مشکل نه و، د اولس سره مشکل نه و، حتی تضاد د ژبې په دکې نه و چې څنګه ملي اردو جوړه کړې ده. نو دی غواړي چې نه صرف امن او سولې لپاره کار وکړي، بلکې اقتصادي پرمختګ لپاره هم کار وکړي، چې زما په اند باندې پر روانو څو کالو کې به په افغانستان کې ټول نه غټه مسله هغه به اقتصاد وي، هغه به ځوانانو ته کار روزګار پیدا کول وي، او په دې ملک کې به د رفاه او د سوکالۍ راوستل وي. من کومه پیرته ګرځم آقای بلوچزاده، یو څه دیگر که شما پیشتر اشاره کردین که شما اگر کاندیدتان برنده شود در انتخابات، شایسته سالاری را جایگزین مصلحت‌گرایی خواهد کردین. اما گفته میشه در افغانستان هنوز هم زورمندان هستند، کسانی هستند که تفنگ دارند، زور دارند، حکومت مجبور است که با اونا مصلحت نماید. چگونه جلو این بی‌بندوباری را خواهد گرفتین؟ طرحتان چیست برایش؟ اولی جدا بتین یک نکته را اشاره بکنم که در برنامه امروز، زمانی که دکتر صاحب زلمی رسول برنامه خود را میکرد، ما 50% سهم جوانان را گفتیم که در قدرت شریک خواهند بود. 50% نسل جوان، 50% تجربه نیاز است. این 50% جوان انرژی و 50% تجربه میره به طرف حکومتداری خوب، به طرف حکومتداری بهتر. هدف از این کار چیست؟ هدف از این است که نسل نو، این حکومتی که روی کار خواهد شد، پلیس به خاطر انتقال قدرت از نسل کهنه به نسل نو، این در حقیقت نسل نو در دوری بعد باید به روی کار و تمام عرصه ها را و در دسترس داشته باشه. اما اگر میایم بحث افراط بیشتر مطرح میکنیم، بعد در بعض سخنها به مو دلیل بود تفرید هم داریم ما، اما این حد وسط صحبت ها بیشتر تلاش میشه که در حد میانه باشه. تاکید میکنم که تا وقتی که مردم افغانستان در کنار یک نامزد کار نکنن، فعالیت نکنن، مشروعیت به نظام نبخشن، همکار نباشن، چی در عرصه امنیت،
چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه فساد. ما چند بار میگفتم قبل از او بعض، ما میریم رشوت میدیم، ما میریم مثلا حمایت میکنیم از تفنگ سالار، ما میریم حمایت میکنیم از فردی که زور داره، ما میریم برایشان رای میدیم. اگر ما بریم به طرف یک فردی که مطمئن است و اجازه بدیم که این فرد مطمئن شرایط را مساعد بسازه، یک بس. بحث دوم، امی لازم میخواستم تاکید بکنم که بله، اگر وضعیت به گونه ادامه پیدا بکنه که مصلحت باشه، اگر به گونه ادامه وضعیت به گونه ادامه پیدا بکنه که باز تفنگدار، باز سلاحدار، باز فردی که امنیت ملی افغانستان را مورد تهدید قرار میده، به گونه خودش در یک چهره دیگه در قدرت دخیل بکنه و فضاها را اشغال بکنه، نمیشه کار ساده کرد. مردم زمانی که رای میتن، مدافع رایشان باشه، نگهبان رایشان باشه. فردی که به آقای زلمه رسول رای میته، مواظبش باشه. اگر ما آمدیم امروز اینجا کار میکنم، اعتماد خلق کردن، بله، میخوایم اعتماد بکنم، ولی محافظ نگهبان ارزش‌های هستم که داشتیم، مدافع او ارزش‌هایی که در جامعه مدنی بودیم و خواهیم بود، اون مدافع اون ارزش‌ها خواهیم بود. یک سوال دیگه که کسی که اگر اشاره کردین بله که روی مصلحت‌گرایی، کسی که معاون اول آقای زلمه رسول است، در چند سال دوره گذشته معاون اول رئیس جمهور کرزی بودن، زمانی که اینا دوره کاریشان به پایان رسید انتقاد داشتن، اعتراض داشتن که صلاحیت کم بر معاون در نظر گرفته شده، اصلا هیچ کاری است و بعد از او زیادتر تغییر نظام یا سیستم مطرح میکردن که باید تغییر کنه. حالا با کدام اصل معاون اول آقای زلمه رسول شده؟ آیا آقای زلمه رسول هم پذیرفته که باید این سیستم ریاستی را تغییر بدن به سیستم صدارتی، پارلمانی غیره و غیره، یا ای که نه، امتیازات خاص جدا از قانون برش در نظر گرفته شده؟ اولا یک نکته را ببینیم که در شرایط افغانستان درست است که صلاحیت ها به مو دلیل بود که صلاحیت یک جای متمرکز می شد. این شخص رئیس جمهور تلاش می کرد که بیشتر ابتکار دست خودش باشه. اولا این بس زمانی که صورت گرفت، مصاحبه را من شنیدم، اما در بخش بعدی و زمانی که اپوزیسیون شد، زمانی که برنامه هایی را به خاطر اصلاح افغانستان، به خاطر طرحهایی را ارائه کرد، اپوزیسیون شدن چیز بد نیست. یعنی در حقیقت این فشارهای اپوزیسیون بود، این فشارهای نهادهای مدنی بود، این فشارهای احزاب سیاسی بود که امروز ما و شما شاهدی هستیم که نامزدها آمدن بیرون شدن. ائتلاف ها میشکنه، درست است انتقادات بسیار شدید در اون زمان هم، زمانی که جبهه شکل گرفت، سر مورد وجود داشت، اما به هیچ عنوان بحث تغییر نظام مطرح نیست. من پیشتر تاکید کردم، گفتم ما آمدیم و این قانون اساسی را برش تضمین کردیم، بر 5 سال دیگه تضمین میکنیم یا بیمیش کردیم. در حقیقت بحث تغییر نظام یا بحث نظام پارلمانی و ریاستی در یک زمان مطلوب است که احزاب سیاسی مقتدر شکل بگیره، که در این برنامه ها شکل گیری احزاب سیاسی بود، نهادهای مدنی قوی وجود داشته باشه که بعد بتونیم ما نظام صدارتی، اگر علاقمندی وجود داره، اگر تغییر به خاطر نظام وجود داره در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره، هر تغییراتی را که شما بیارین همه ساختارها را مشکنانه. و هیچ در شعارتان شما از برابری هم اشاره کردین که بیشترم سوال کردم. شما در حال از برابری حرف میزنین و شعار میتین که معاون دوم آقای زلمه رسول والی ولایت بود که مردم ولایت سرکای خود کاغل کردن، چگونه پس شما شعار برابری به مردم میتین؟ اتفاقا گاه وقتا نقاط بسیار خرد خرد سرش انگشت گذاشته میشه، اما اگر کارهای بسیار کلانی که ولایت بامیانه که احتمالاً در بدترین وضعیت قرار داشت بعد از جنگ و بیشترین آسیب ها را دید، ولایت مردم در مغاره ها زندگی می کنند. اجازه بدین یک نکته دیگه که وجود داشت، بله، ولایت ها به اساس تقسیمات ولایت درجه اول و درجه دو و درجه سه بود. نظر به امکاناتی که در بودجه تخصیص داده می شد، امکانات کمتر در دسترس ولی ها قرار می گرفت. شما بامیان بگذارین سر جاش، وضعیت خوست بگوین چگونه است، وضعیت پکتیا را بگوین چگونه است، وضعیت گردیز را بگوین، وضعیت قندهار را بگوین چگونه است، همین وضعیت بدخشان را بگوین چگونه است. تنها این بس نیست که والی که در ولایت بامیان می بود باید ولایت بامیان یک تبدیل میکرد به یک شهر مدرن، در حالی که قندهار وضعیتش خوب نیست، در حالی که خب باز اتفاق است که در قندهار جنگ بود، در بامیان جنگ نبود. بدخشان اندکی مثلا کار هم اونجا مؤثر تمام شد. در نزدیک ما شما پنشیر، در نزدیک ما شما مثلا قندوز، یا سایر ولایت های دیگر برین ببینیم وضعیت به گونه. ولایت بامیان به مراتب باز بهتر است. شما ببینید حرکت های مدنی کجا شکل میگیره، ابتکارهایی که صورت میگیره، فشارهایی که سر اومده، از برکت مردم است. دقیقاً یک چیز حکومتی نیست که ما دفاع نمی کنم، ما دفاع نمی کنم، بله، دقیق، ولی حرف ما در کل است.
یعنی وقتی که شما وضعیت در کل تغییر نتین، یک ولایت بیاین انگشت بگذارین و ولایت های دیگه هست چشم ما بره، بعد مانا میته که اینجا یک حرف وجود داره. بس اساسی من است که نه، باید همه مردم افغانستان، و گاهی وقتا دوستا انتقاد میکنن که نباید وارد انتخابات شویم، نباید رای بتیم، این تکرار، ما باید اشتباه بکنیم و این اشتباه را چند بار تکرار بکنیم تا بالاخره که به ثبات برسیم. یک سوال دیگه میکنم، اگر کوتاه جواب بدین، اویست که شما حرف از اعتدال، برابری و سازندگی میزنید و میگید که مصلحت گرایی را کنار خواهد گذاشتید و شایسته سالاری به میان خواهد آمد. شما را از افراد هستند که من نمیخوام نامشان را بگیرم، اما گفته میشد که چهره های بدنام در ولایات و مناطقشان امروز آمدن مثلا در کمپاین آقای زلمی رسول اشتراک کردند. آیا مردم به اعتماد نمیشوند که اگر آقای زلمی رسول برنده شود چنین افراد حاکم مناطقشان خواهد بودن یا در این نظام پوزهای کلیدی را به دوش خواهد گرفتن؟ یک حراس از پیش مردم. چگونه شما این نگرانی مردم را پاسخ میگوید؟ پیشتر یک بحث بسیار جالب شکل گرفت. ما نمیخوایم امیدواری خلق بکنیم، نمیخوایم بگیم که ما زمانی که این تیم به قدرت رسید افغانستان گل و گلزار میشه. با مجموعه از میراث‌هایی که از 12 سال باقی مانده این میراث‌ها به حکومت یا دولت بعدی انتقال خواهد کرد، با همه از اینا باید کار شد، همه اینا باید اصلاح شد. نکته بسیار عمده، حکومت شکل میگیره، یک کابینه مطمئنا متخصص خواهد بود، ولی یک سال دیگه انتخابات پارلمانی صورت میگیره. این پارلمان احتمالا مشکلات را با این حکومت خواهد داشت تا بالاخره که زمینه سازی شود. قوی مقننه زمانی که انتخابات پارلمانی هم صورت میگیره، اعضای خوب و افراد بی خوبتر در قوی مقننه راه پیدا میکنه. شما تمام مشکلات این در نظر گرفتین؟ دقیقا توجه بکنین، دستگاه قضایی تا که اصلاح نشه، تا که ریفرم نشه، تا که قضات متخصص و از آلت شیخ فانیش بیرون نشه، یعنی افراد که به اساس مصلحت ها و اساس رفتارهای خاص جا به جا میشن، اینها تغییر نکنه، ما با این سه قوه و یک قوه اجرایه نمیتونیم کار بکنیم. بس عمده و اساسی است که اصلاحات در دستگاه قضایی، اصلاحات در دوره در خود پارلمان افغانستان که رأی درست به می ترتیب که یک حکومت خوب شکل میگیره، ما نیاز داریم همین شهروندا، همین مردم و ماها یک پارلمان قوی هم افراد شایسته و افراد متخصص هم داشته باشیم. اگر احیانا باز پارلمان ضعیف با پارلمان ضعیف سر خوردیم، مطمئنا قوانین ضعیف تصویب خواهند کرد، قوانین نادرست تصویب، از قوانین خوب نظارت نخواهند کرد و این حکومت به چالش مردم رای میتنه. بدون شک پارلمان بس ما میز زمانی که حکومت شکل میگیره به مو ترتیب باید به توازن ازی، به می شایستگی و به می کیفیت و به می درایت باید یک قوی مقننه خوب هم داشته باشیم و به می تناسل حکومت باید رئیس جمهور، یعنی اگر زلمی رسول و قدرت برسه، مطمئنا افرادی را در دستگاه قضایی داشته باشه که مشکل ساز نباشه. ما بس می است که بر مردم افغانستان نباید امید خلق کرد، حداقل یک سال، یک و نیم سال تا دو سال وضعیت شاید مدیریت باید شود، اما عدم میره که افغانستان با تیم به بحران نمیره. تشکر. افغانستان به بی‌ثباتی نمیره. این وضعیت حفظ خواهد شد و به خاطر اصلاحش کار خواهد شد. تشکر. خاغل کاکر، بیا هم طرح ترازو چی ستاسو طرح په افغانستان کې د سولې راوستل لپاره، یا د امنیت د ټینګولو، یا د ثبات د راوستلو لپاره، او په ځانګړې توګه هغه پوښتنه چې ما مخکې هم بلوچزاده صاحب نه مطرح کړه چې په افغانستان کې اوس ویل کېږي چې زورواکي شته، توپک سالاري شته او نور مسایل شته په ټول افغانستان کې، د ده د مخنیوي لپاره ستاسو طرحه څه ده؟ څنګه د دوی مخه نیسئ، د دوی وسلې نیسئ او د افغانستان ثبات ټینګوئ؟ ډېره مننه. تر ټولو مهمه خبره د کاندیدانو تر منځ، د یولس کاندیدانو تر منځ، هغه کس کولی شي چې سوله راوړي، یا د طالبانو سره، یا مخالفو ډلو سره، یا هغو کسانو سره چې د دې حکومت پر وړاندې اوس هم جګړه کوي، هغه کس کیدای شي سوله راوړي په دې وطن کې چې بی طرف وي، د دوی سره طرف نه وي، یعنی نه یې په حکومت کې ورسره طرف وي او نه یې په ملي اردو په جوړولو کې ورسره طرف وي، بلکې یو بې طرف شخص کولی شي چې د طالبانو سره په مذاکراتو په میز کې کینی، او دا د طالبانو که اعلامیې تاسو هم ولولئ، هغوی وایي چې موږ د یو بې طرف شخص سره، یو بې طرف هیواد سره موږ غواړو چې د افغانستان په سیاستونو کې دخیل وي. کاکر صاحب، تاسو د افغانستان جګړه تر اوسه تعریف کړې ده، آیا کورنۍ جګړه ده؟ کله چې موږ دا بحث مطرح کوو چې بې طرفه کس سره طالبان خبرې کوي، هغه وخت کولی شو چې کورنۍ جګړه وي، اما اوس ویل کېږي جګړه استخباراتي ده، جګړه سیاسي ده، جګړه مذهبي ده.
د دې لپاره مطرح څه ده د مذهبي جګړې د ختمولو لپاره خو مخ کې میادونه وکړه چې د ځوان نسل په انګیزو باندې موږ سیاسي اسلامي سیاسي ویختیا باندې کار کوو چې دوی د جګړې لاره نه واوري او دوی په سیاسي ویختیا باندې کار وشي دا کې د جګړې د ختمولو لپاره یو لار وي چې اکثره ځوانان په دغه جګړه کې هم اوس مخکیل دي بل موضوع چې یو سیاسي فریب دی چې ځینې سیاسي سیرې او کاندیدان افغان ځوانانو ته ورکوي هغه سیاسي فریب دا دی چې وای راتلونکی د ځوان نسل د پاره دی بلکې من غواړو د ټلونیم تلویزیون لاریا تودې خبرې خبرون لاره د افغانستان ټول ولستا په ځانګړي توګه ځوان نسل تم وایو چې راتلونکی نه نن من تاسو ورکو بلکې د ځوان نسل پاک لاسونه پاک احساسات د وطن د پاره د خلکو د پاره د سولې د پاره د اقتصادي پرمختګ د پاره او نظامی سیاسي ټول د پاره اوس مهال ځوانان آماده دي کچيري من فکر کوم چې یو ځوان آماده کیږي چې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي اوس په چی ورکړې ځوان تل ته په منځور ده چې په کابینه کې په دولت کې واک ورکول کیږي اوس خو تاسو سره چې نشته کله چې واک وګټي مجبور دي من خلکو ته مراجعه کړي په اول کې من خلکو ته مراجعه کړي بیا هم خلکو ته مراجعه وکړو بیا هم خلکو ته مراجعه وکړو د خلکو نه منګه بیرته هم دا غواړو چې من سره د سولې پر اوستو کې د اقتصادي پرمختګ کې د ټول برخو کې چې د افغانستان رفا او بقا پکې وي موږ سره مرسته وکړي چې د افغانستان خلک په ځانګړي توګه ځوانان له موږ سره دي او موږ غواړو چې دغه پروګرامونه تطبیق کړو یو بل سوال چې اکثره وخت کاندیدان په ټوله دنیا کې ملت ته وعده کوي چې موږ درته دا درکوو دا زمينه برابرو دا ده اما ستاسو برعکس ده ټوله غوښتنه ملت ده چې ملت کومه کوي ملت راکړي ملت مرسته وکړي دا ولې برعکس ده قضیه هر څه ملت نه غواړي موږ اقتصادي مرسته د غریب ولس نه غواړو بلکه د ملي تجارانو هم غوښتې دي بیا هم غواړو او بیا هم مراجعه کوو من دومره واس او توان نه لرو چې په مفشنو وټلونو کې په هغه لوی جرګي خیمه کې چې د ملت خلکو پریکړه وکړه چې استراتیژیک پیمان باید امضا شي خو د دغه مافیې ډلې لخوا نه تر اوسه پاره نه کیږي اجازه راکړه کله چې د مغه خیمه لاندې پریکړه کیږي د ولس لخوا یا د ولس د استازو لخوا هغه نه عملي کیږي کچیرته موږ بیا هم خیمه لاندې لاړ شو خلکو ته بیا وایي چې موږ دغه کوو بیا به دا سیاسي فریبي من غواړم چې نن ځوانانو ته ورکو یا ځوانان به ته موږ زما خبره دا ده چې راتلونکی ستاسو نه دی نن ستاسو دی تاسو نن خپل حق وغواړي او حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي سردار صاحب نیم غواړم چې بیا هم یادونه وکم چې پاک انسان دی پاک احساسات لري د خپل ملت د پاره د خپل ولست د پاره د افغانستان د پاره تیر وختونو ته کچیرته موږ لاړ شو د دوی اتلس د کورنۍ اتلس غړي د هیواد د دفاع په خاطر چې تسلیم نشول اتا ځانونې ورکړل خو څنګه پرې نه خو دا یو میراث پاتې دی زمونږ کاندیدا ان شاء الله موږ سره ولاړ د افغانستان ټول ځوانان سره ولاړ دي آقای فرهنگ می خوایم بس با شما این گونه جنبندی کنم که گفته می شود که بزرگترین چالش در گذشته در افغانستان فرارای تطبیق یا حاکمیت قانون زورمندان بودند طرح شما برنامه شما یا برنامه کاندید شما به خاطر این مشکل چیست چگونه قانون حاکم خواهد ساختین ما با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا رو بیشتر در نظر میگیم قانون باید به صورت همیشه بر همه شهروندان تطبیق شود ولی ما ابزارهای برای این کار داریم یکی از ابزارهای ما این است که بالاخره باید آگاهی مردم نسبت به قانون بالا بره ای آگاهی از طریق آموزش، از طریق زمین سازی های مثلا کورس های آموزشی، فرصت های تحصیلی، فرصت های آموزشی چی در خارج از مملکت، چی در داخل افغانستان ایجاد شود. نکته اصلی در اینجا ایست که بالاخره باید آگاهی مجریان یا کارگزاران ما در نهادهای قضایی بیشتر بالا بره از قانون، اینا بیشتر ترنینگ داده شود، مورد آموزش بیشتر قرار داده شود تا اینا حداقل بتوانه از قانون به مفهوم واقعیش درک کنه و قانونمندی را خودشان فکر میکنه که مشکلی در قانون هم وجود داشته در گذشته که قانون به طور درست عملی نشده بعضی وقتها اشاره شده که در قانون هم مشکلاتی وجود داره شک وجود نداره قانون افغانستان بخصوص قانون اساسی افغانستان دارای برخی کمکاستی های هست اما اگر ما بخوایم این قانون اساسی رو نسبت به بسیار مملکت های ما در منطقه حتی اگر مقایسه کنیم یک قانون مناسبی ما داریم بر افغانستان یک قانونی است که حداقل بسیار چیزهای ارزش های پذیرفته شده جهانی در درون این قانون دیده میشه ولی مشکل جدا در تطبیق قانون وجود داشته شما از آگاهی مردم گفتین حتی آگاهی قضات گفتین آیا یک قاضی هنوز هم از قانون آگاهی ندارد که مشکلاتی وجود داره فکر میکنید حرف اصلی ما این بود شک وجود نداره بسیار آگاهی هم دارن تعداد از شخصیت های هم هستن که کار میکنن دلسوزانه برای مملکت بله زحمت میکشن اما
اما ما میتوانیم از طریق آموزش بسیار مسائل دیگه ای را میتوانیم آموزش بدیم. یکی از ابزارها میتوانه همین باشه که ما بتوانیم حس وفاداری نسبت به نیمه خاک را بیشتر کنیم. ما حس وفاداری یا دلسوزی نسبت به ملت در شعار رفاهتان اولین چیزی را که شما ارجحیت میتین چیست به خاطر رفاه؟ ما بیشتر رفاه را به عنوان یک سنتز در نظر گرفتیم، مجموع علمی حاکمیت قانون و عدالت. وقتی ما بخوایم یک قانون، یک جامعه قانونمند داشته باشیم، یک مملکتی داشته باشیم که واقعا به معنای واقعیش عدالت تامین شده باشد، جدا ما به رفاه رسیدیم. از زور کار خواهد گرفته؟ ما پلیس های مشخص داریم در رابطه با تطبیق قانون و تطبیق عدالت، اما تلاش میکنیم که بیشتر از راه های مسالمت آمیز، از طریق گفتگو، از طریق مذاکرات، تا به یک ما خدای نخواسته به خشونت بگرایم، از این طریق ما بیشتر میخوایم. تشکر، زنده باشین. ډیر مننه کوم ستاسو ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به پر اقتصادي، امنیتی او نورو طرحو باندې په بیلابیل بحثونو کې خبرې وکړو. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.